به یکی دیگه از ویلاگ‌های دیباز دیویم خوش اومدین. اول از همه من یه عذرخواهی بکنم که صدا میخورده سرماخورده است. این صدا حالا بعد گرفتن اون ویروس معروف باز نمیشه. با اینکه خیلی از جاها میخونیم و میشنویم که بهتره که صبح با گوشیتون در واقع بیدار نشین و گوشیتون رو چک نکنین، بخاطر اینکه خب ممکنه یهو یه پیامی یه چیزی بیاد که واقعا روزتو خراب بکنه، اما باید بگم متاسفانه من اکثر روزای 10 دقیقه رو با گوشیم کار میکنم تا بیدار بشم و از تختم بیام بیرون. فکر کنم هممون در باب مرتب کردن تخت در اول صبح خیلی اطلاعات داشته باشیم. حتی یه کتاب معروفی هم هست به این که تختتو مرتب کنی همچین چیزی، و واقعا هم تأثیر داره ها. خود من روزایی که تختم مرتب نمی کنم اصلا روز پروداکتیو همچین پربازده‌ای ندارم، همش دلم خواد برگرم تو تختم دراز بکشم. به خاطر همین معمولا در 90% اوقات سعی می‌کنم که حتما تختم مرتب کنم. اگر شما تازه به کانال من اضافه شدین و براتون سواله که من کجا دارم زندگی میکنم اینجا کجاست، باید بگم که من معمولا یه هفته تهران زندگی میکنم، یه هفته شمال در وسط روستا، و چون کار خودم و همسرم هر دو دورکاری هستش مهم نیست کجا باشیم، فقط مهم اینه که اینترنت داشته باشیم. و اینکه من چه تهران باشم چه اینجا باشم، چه ویوم خوب باشه چه نباشه، حتما پرده ها رو کنار میزنم که نور بیاد تو، و بعدم صبح معمولا خونه رو یه جمع و جور میکنم. و میدونی به نظر من ذهن آدم تو جایی که مرتبه خیلی راحت‌تر میتونه فکر بکنه و راحت‌تر تصمیم بگیره، و در کل باعث میشه که روز پربازه‌تری داشته باشی. دیگه گفتن نداره که من چقدر قهوه خورم، و این فکر لاته اول صبح قشنگ چیزیه که منو از تختم بلند میکنه. اینم قهوه لاوادزاه، اما دارم میریزم تو قوطی ایلی به خاطر اینکه قوطی های قهوه ایلی خیلی برای قهوه نگه داشتن مناسبه، هم نور بهش نمیرسه هم هوا. زندگی تو همچین جایی واقعا برای من شبیه یه رویا بود که به حقیقت پیوست، و حالا خیلی راجع به این موضوع توی پیج اینستاگرامم توضیح دادم، اما نمیتونم بهتون بگم چقدر قدردان این جا و این شرایطی هستم که دارم توش زندگی میکنم، و امیدوارم هر کی که دوست داره بتونه بهش برسه. و همیشه لاتم رو میام اگه خیلی سرد نباشه اینجا توی بالکن میخورم. من همیشه آرزوی داشتن یه بالکن داشتم، یعنی حتی یه چیز خیلی کوچولوی نقلی که فقط یه صندلی توش جا بشه، ولی خب الان خیلی خیلی خوشحالم که این بالکن و این ویو جاییه که من میتونم هر روز چشامو توش باز کنم. خلاصه بعد خوردن قهوه برم سراغ صبحونه. من معمولا صبحونم و یکی دو ساعت بعد قهوه میخورم، همزمان نمیخورم. امروزم دارم توست آووکادو تخم مرغ درست میکنم. من خیلی خیلی این صبحونه رو دوست دارم، من کلا عاشق هر چیزی هم که آووکادو داشته باشه. اینم یکی از صبحونه‌های محبوب منه، ولی برای اولین بار ازش دو تا درست کردم. گفتم که حالا با همسرم صبحونه بخوریم. معمولا ذائقه غذاییمون خیلی یکی نیستش، با هم صبحونه نمیخوریم، ولی بریم ببینیم که دوست داره یا نداره دیگه.
متاسفانه اصلا دوست نداشت، کلیم غور زد که این چیه، من دوست ندارم، ولی خب به نظر من که خیلی خوشمزه است. خب از اونجایی که صبونه آووکادو تخم مرغ درست کردم و وحید اصلا دوست نداشت کلیم، اصلا ذائقه غذایش با من زمین تا آسمون فرق میکنه، میخوام که برای نهار شام دیگه، نمیشه گفت نهار چون که قرمه سبزی طول میکشه، خلاصه میخوام قرمه سبزی درست بکنم. بعد اینا رو هم از دیشب گذاشتم بیرون سبزی و گوشت، چون که از مشکلاتی که ما اینجا داریم اینه که انقدر همیشه هوا سرده که قشنگ مثلا یه 12 ساعت این حدودا بیشتر حتی طول میکشه یخ مواد غذایی باز بشه. ببین من وقتی که تهرانم راستش رو بخواهی واقعا غذا درست نمیکنم، بخاطر اینکه بیشتر بیرون و سر کار و سر خروج اینا اصلا نمیرسم که غذا درست بکنم و اسنپ فودم کارم رو واقعا راحت کرده. ولی خب میایم اینجا، از اونجایی که هیچ دیگه رستوران و چیزایی نزدیکم نیستش، من مجبورم که غذا درست بکنم. و کلنم که من همه چی رو میخوام سریع انجام بدم، یعنی از اینستم و پیازداخت رو میخوام، میشه پیازداخت آماده دارم و خلاصه سعی میکنم غذا رو در سریع ترین حالت ممکن درست کنم. من اون موقع که تازه ازدواج کرده بودم هی مثلا فکر کنم که غذاهای ایرانی خیلی درست کردن چون سخته و مثلا همش غذاهای چونم بین‌المللی تور و فست فودی تور و اینجور چیزا درست میکردم، در حالی که بعد از یه مدت غذاهای ایرانی رو درست کردم مثل همین خورشت و اینا، دیدم واقعا درست کردن اینا خیلی آسان‌تر از غذاهای اینجوریه که همش خود کردن داری نقطه ایرانی همه میگذی تو قابلمه آب جوش میریزی و میذاری که درست بشن دیگه. خلاصه اینو برای نسل جوانتر که شاید فکر کنه سخت باشه و بگم خیلی آسون تره. خلاصه بعد این که شاممونم گذاشتم رفتم سراغ کارم و دیگه از خوبیه خب فریلنسری اینه که تو هر چقدر که بخوای میتونی صحباتو کش بدی و جاش از اون برات تا تیر وقت کار بکنین دیگه. ممنون که تو این ولاگ همراه هم بودین. اگر که این ولاگ رو دوست داشتین لایکش بکنید، کامنت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید.